بیننده پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستید از تلویزیون ایران اینترنشنال. این دیگه یک انتخابات عادی نیست، تاریخ جلوی چشمان ما داره رقم میخوره. تا این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجموع 213 رأی کالج الکترال یا مجمع گزینندگان رو به خودش اختصاص داده و رقیبش از حزب دموکرات یعنی جو بایدن 238 رأی این مجمع رو در دستان خودش داره. وضعیت در 6.5 ایالت در واقع هنوز نامشخص است. تا ساعت آینده و ممکن روزهای آینده و حتی هفته‌های آینده ممکن این انتخابات طول بکشه. آقای ترامپ ساعتی پیش در رقابتی نزدیک آرای ایالت‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز فلوریدا و تگزاس رو هم از آن خودش کرد، جایی که رقابت دو نامزد به صورتی بسیار هیجان انگیز و پای پای پیش رفته بود. پریسا فرهادی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی تا لحظات دیگر به ما خواهد پیوست. پریسا، از وضعیت در آمریکا بگو. خب فرهاد، مسئولان انتخابات اعلام کردند که همچنان در حال شمارش آرا هستند با توجه به سخنرانی پرزیدنت ترامپ در ایالات ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا و البته جورجیا. بررسی ها نشون میده که جو بایدن با توجه به اینکه ایالت آریزونا رو برده، اگه تنها دو ایالت ویسکانسین و میشیگان رو از آن خودش بکنه میتونه برنده انتخابات باشه. در واکنش به سخنان پرزیدنت ترامپ که اختلاف زیاد آرای شمرده شده در ایالت پنسیلوانیا رو دلیل پیروزی خودش در این ایالت مهم اعلام کرد، فرماندار این ایالت با انتشار دو توییت بدون اشاره مستقیم به صحبت‌های آقای ترامپ اعلام کرد که هنوز 1,000,000 رأی پستی شمارش نشده. تام وولف شهروندان این ایالت رو بهشون اطمینان داد که همه آرا شمارش خواهد شد طبق آخرین آمار منتشر شده از این ایالت و با شمارش 64% آرا دونالد ترامپ حدود 700,000 رأی بیشتر از بایدن به دست آورده بود. پنسیلوانیا 20 رأی الکترال داره و به همراه میشیگان و ویسکانسین سرنوشت نهایی این انتخابات رو تعیین میکنه حتما. اما فرد، در مورد سنا هم اگه بخوام یک خبری بدم، جورجیا به دور دوم رفت و یک دموکرات کرسی خودش رو از دست داد و دموکرات ها دو احتمال رو هم از دست دادن. در رابطه با سنا در جورجیا به نتیجه نرسیدن، انتقال دموکرات ها در این مورد انتظارشون ببخشید برآورده نشد و به نظر میرسه که نتونن اکثریت رو به دست بیارن. البته بعد از مشخص شدن تکلیف ایالت هایی که هنوز شمارش نشدن مشخص میشه، هنوز قطعی نیست و ایالت مین هم به نتیجه نرسید در رابطه با سنا. ممنونم از تو پریسا فرهادی، روبروی کاخ سفید در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما. اجازه بدید اگر تازه به ما پیوسته یک تصویری به شما بدیم از این 50 ایالت آمریکا و واشنگتن دی سی. همطور که میبینید این پازل ایالات متحده کم و بیش تا اینجای کار روشن هست. رنگ قرمز بخش قابل توجهی از این نقشه رو پر کرده. قرمز به معنی ایالتهایی هستش که در دست جمهوری خواهان یعنی آقای ترامپ هست. همطور که میبینید ایالت‌هایی مثل فلوریدا و کارولینای جنوبی، اوهایو، حتی که در نیم قرن گذشته هر کسی اونجا رو برده رئیس جمهور آمریکا هم شده، به دست آقای ترامپ افتاده. ایالت‌های اصولاً لیبرال هم مثل واشنگتن، اورگان، کالیفرنیا هم به دست آقای بایدن افتاد. یکی از ایالت‌های مردد که آقای بایدن شاید خوششانسی آورده از آن شد ایالت آریزونا هست بین کالیفرنیا و نیو مکزیکو. پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین سه ایالتی که 4 سال پیش سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو مشخص کردند، به نظر میاد که امسال هم سرنوشت این انتخابات رو تعیین خواهند کرد.